سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. ببخشید باز دوباره مجددا تأخیر داشتیم ما به این جلسه. فکر می‌کنم خیلی منتظر شدید. من فکر می‌کردم جلسه قبل یه مقدار بیشتر طول بکشه. به هر صورت عذرخواهی می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که تشکرم بکنم از دوستانی که زحمت برگزاری در واقع این جلسه رو کشیدن و از شما که به حال تشریف آوردید. خیلی ممنون. این جلسه بخش چهارم اون بحثایی که رمزنگاری هست توی اندروید رو در واقع بررسی میکنیم. این یه مبحثی که حالا امروز در واقع میخواییم در موردش صحبت بکنیم، بحث سرتیفیکیت پینینگ هست که روی بحث پروتکل TLS یا SSL که حالا به صورت در واقع دیگران رایجی داره استفاده میشه پیاده سازی میکنیم. منطقه من یه مقدار حالا طبق عادت خودم برگشتم یه مقدار به عقب که یه سری مباحث در واقع پایه‌ای هم بررسی بکنیم. حالا توی مقدمه این قضیه قبل از اینکه خیلی سریع بریم توی بحث پیاده سازی، اول یکم اینا رو مرور می‌کنیم، بعد شاید حالا این جزئیات و در واقع مفاهیمی که اینجا مرور میشم یه مقدار جالب باشه. بعد از کنم خدمتتون که چقدر وقت می‌مونه؟ تا ساعت 6 حالا سعی می‌کنم زودتر. خلاص، من این جلسه می‌خواستم راستش در مورد اند تو اند انکریپشن شروع بکنم. یه یکی دو جلسه طول می‌کشه اون قضیه، بعد اصلا فرصت نشد و خیلی فاجعه داشت به بار میومد. بعد خلاصه منصرف شدم، گفتیم این سرتیفیکیت پینینگ رو اول چیز بکنیم، شاید این مقدمه خوبی باشه برای اون بحث. جدا حالا نمی‌دونم چقدر مفید باشه، امیدوارم این جلسه به حال خوبی بگذره. عرض کنم خدمتتون که خب این مباحثی که قرار هست در واقع بررسی بکنیم این جلسه، اینو تقریبا توی 4 تا تاپیک کلیه. البته من یکم اسلاید رو دستکاری کردم، این شاید فهرست مطالب کامل نخونه به اون توضیحات، ولی اینکه اصلا SSL چجوری کار میکنه و چی هست، سرتیفیکیت چیه چون همش در موردش صحبت میکنیم، سرتیفیکیت پینینگ چه مفهومیه چون یه مفهوم منحصر به پلتفرم اندروید نیست، یه مفهوم خیلی جنراله، و اینکه چجوری توی اندروید باید این کار کرد. من راستش یکم میخواستم این جلسه حالا در مورد بحثای تست امنیتی اپلیکیشن ها مخصوصا توی این تاپیک البته صحبت بکنم، منتها به نظرم رسید که اگر حالا فرصتی البته باشه، حالا این سعادت نصیب بنده بشه مجددا خدمتتون برسم، توی یه جلسه اگر اون موضوعات رو به صورت منسجم و با تاپیک های مرتبط بررسی بکنیم بهتر باشه تا اینکه توی این بحث، چون یه مقدار هم بحث کم بوده زمان هست، هم اینکه یه مقدار از اسکوپ خارج میشیم زیاد جالب نیست. بخاطر همین توی این جلسه می‌نویسیم. من یه توضیح فقط انتهای جلسه در واقع در مورد اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته و سرتیفیکیت پینینگ ممکنه کجاها به کار شما نیاد، چه جوری ممکنه بایپاس بشه، یه توضیح مختصری از خواهم کرد. خب عرض کنم خدمتتون که این دکمه های کیبورد ما متاسفانه هیچ کدوم کار نمی‌کنه، دادم چرا، ولی الان در مورد SSL یه مقدار صحبت بکنم. الان ببینید SSL تقریبا یه پروتکل غالب هست. حالا SSL که میگیم SSL چیه، چون ممکنه بعضی از دوستان بیان بگن TLS پس چیه، چه تفاوتی با هم دیگه اینا دارن، چرا از اصطلاح TLS استفاده نمی‌کنن، یا چیزای اینجوری که الان در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. SSL یه پروتکله مثل پروتکل‌های دیگری که حالا روی لایه شبکه در واقع طراحی شده که مخفف سکیور سوکت لایر هست. خب ما می‌دونیم ارتباطات شبکه‌ایمون طبق اون مدل مرجع OSI، احتمالاً دوستان همه باهاش آشنایی دارن دیگه، این مدل مرجعی که شبکه هست 7 لایه است که وقتی دو تا ماشین می‌خوان روی شبکه با هم حرف بزنن، طبق این مدل 7 لایه بحث انکپسولیشن پکت‌ها انجام میشه و میره تو مقصد، دوباره فرآیند معکوس اون اتفاق می‌افته تو لایه‌های مختلف. برنامه‌ای که ما می‌نویسیم، مثلا فرض بفرمایید حالا برنامه‌ای که چه رو پلتفرم‌های موبایل نوشته میشه فرقی نمی‌کنه، روی مرورگر اجرا میشه، یه برنامه‌ای که تو بک اند رو سرور هستن تفاوتی ندارن، اینا همشون تو لایه اپلیکیشن دارن کار می‌کنن و خب خیلی از جزئیات از نگاه دیولپر در واقع مخفی است، یعنی اینکه چه جوری توی شبکه این ترانسپورت خواهد شد، توی شبکه چه پروتکل‌هایی هست، روتینگش به چه ترتیبیه، تو بحث رمزنگاری چه جوری انکپسولیشن و رمزنگاری اتفاق میفته. اکثرا ما خیلی با این موضوعات درگیر نیستیم دیگه، یعنی حتی درگیر این نیستیم که مثلا خیلی مواقع بگیم آدرس سرور مقصدمون دقیقاً کجاست، و خیلی جا مثلا از راهکارهای راحت‌تر و کاربردپذیرتری مثل مثلا FQDN و اینا استفاده می‌کنیم که همون دامین نیم هست. اما SSL در واقع اون خواستگاهش چی بوده؟ خب زمانی که حالا اینترنت اینقدر مدرن نبود و ساله اولی بود که در واقع شکل گرفته بود، یه سری پلیرهایی بودن که امروز دیگه اسمی ازشون برده نمیشه، مثل نت اسکیپ
خاطرتون باشه در واقع قبل از اینکه مرورگرایی مثل کروم و فایرفاکس و اینا به وجود بیان یعنی آی ای بود که بعدها در واقع با پاپیولار شدن ویندوز اومد و رایج شد. یکی هم یه سری مرورگرایی مثل نت اسکیپ بودن که خیلی غالب بودن، یعنی اون قولای اون دوران در واقع محسوب می‌شدن. نت اسکیپ شرکت خیلی پیشروی بود تو اون دوران، خیلی از استانداردهایی که توی وب تا سالیان بعد وجود داشت حتی امروز بعضیشون استفاده می‌شد نت اسکیپ در واقع تدوین کرد، اجرایی کرد، پیاده سازی کرد و روی مرورگر خودش و ابزارهایی که داشت حتی سمت سرور در واقع این پروتکل‌ها بودن. یکی از کارهای موثری که اینا انجام دادن به خاطر اینکه این بحث در واقع محافظت از داده‌ها حین انتقال رو بستر شبکه خیلی حائز اهمیت شد، چون داده‌های حساسی میاد مثلا خدمات بانکی ارائه می‌شد یا خدمات دیگری که اطلاعات حساسی رد و بدل می‌شدن، اینا اومدن نشستن و پروتکل SSL رو در واقع طراحی کردن. پروتکل SSL میاد میگه که اگه دوستانی مثلا بحث نتورک پروگرامینگ و اینا انجام داده باشن یا مثلا نمیدونم اول اپلیکیشن نوشته باشن که از کاربردهای خیلی سطح پایین‌تر استفاده کرده باشه، با مفهوم سوکت آشنایی داره. سوکت مفهوم نرم افزاری است، واقعا سخت افزاری نیست دیگه. منظور از سوکت سوکت‌های TCP است یا UDP است، منظورم سوکت سخت افزاری. این سوکت در واقع اون واسطه ارتباطی است که شما از طریق اون روی شبکه یا گوش میدید به اطلاعات، مثلا به عنوان یک سرویس دهنده یا به عنوان یک سرویس گیرنده از طریق اون اطلاعات رو در واقع ارسال میکنید، درخواست خودتون رو میفرستید. در واقع اون چیزی است که شروع اون مراحلی است که گفتم توی مدل OSI انکپسوله میشه. پروتکل‌های مثل TCP و UDP هم رو بر اساس OSI پیاده سازی شده، منتها یه مقدار ساختارشون با اون مدل مرجع دقیقاً یک به یک نیست. یعنی مثلا مدل مرجع OSI 7 لایه است، TCP مثلا 4 لایه است. و عرض کنم خدمتتون که اونا اومدن به هر حال اینو یه جوری پیاده سازی کردن که بتونه پاپیولار بشه. پروتکلایی که ما روزمره داریم ازشون استفاده می‌کنیم مثل HTTP و HTTPS، اینا پروتکلایی هستن که از TCP دارن استفاده می‌کنن. سال 95 نتسکیپ اومد SSL رو داد و گفتش که اینو میتونید شما رو بستر TCP ازش استفاده بکنید. نه تنها رو بستر وب، که تو خارج از بستر وب هم تو ارتباطات شبکه‌ای از TLS استفاده میشه. مثلا الان بانک‌ها که دارن روی شبکه شتاب با هم دیگه حرف میزنن و اطلاعات تبادل میکنن، اونها هم برای محافظت از داده روی این شبکه‌ای که هست، حالا هرچند شبکه پابلیکی نیست، این شبکه‌ها معمولا شبکه‌ای که زیر ساخت مخابراتی دارن، مثل MPLS رو اون بستن، اونا هم از SSL استفاده میکنن. یعنی به خاطر اینکه روی روترها و تجهیزات میانی اطلاعات شنود نشه، نشت اطلاعاتی وجود نداشته باشه، حتی بحث احراز هویت و اینتگریتی یا جامعیت صحت داده نقض نشه، اینجور پروتکل‌ها در واقع رایج است. کم کم SSL که حالا جاشو باز کرد، خب یه سری مشکلاتی مشخص شد روش وجود داره، یعنی در واقع یه سری آسیب‌پذیری روش کشف کردن، یه سری محدودیت‌های وجود داشت که زمینه در واقع شکل‌گیری و ظهور و طراحی TLS رو هم فراهم کرد. در واقع TLS میشه گفت یک چیزی است که بر همون پایه SSL ساخته شده، ولی تغییرات بنیادی توی معماریش هم دادن تا بعضی از نقاط ضعف SSL در واقع برطرف بشه. منتها تا همین امروز که تقریبا بیش از 20 سال گذشته از اون زمان، هنوز این ترم رایج است. حالا به جای TLS از SSL هم استفاده میشه، هرچند دو تا پروتکل هستن و خب چیز رایج است. حالا بعضی وقتا هم مثلا حالا بعضی خورده میگیرن میگن که چرا TLS نمیگین SSL میگین، SSL دیپلیکیت شده، دیسکانتینیود. بله، سال 1999 SSL که ورژن 3 در واقع منتشر شد، دیگه بعد از اون توسعش متوقف شد و TLS در واقع ورژن 1 ارائه شد. الان خب دیدید حتما موقعی که مثلا یه اپلیکیشنی دارید که داره از TLS یا SSL استفاده میکنه، سمت سرور یک سری پیکربندی های انجام میدن که یک سری ورژن های خاصی رو مثلا ساپورت بکنه. مثلا الان پیشنهاد میشه TLS ورژن 1.2 به پایین تر اصلا استفاده نکنید. چند سال پیش یک آسیب پذیری به نام هارت بلید یا خونریزی قلبی در واقع ترجمه فارسیش بود، سرچ بکنید پیدا میکنید، معرفی شد. یه محقق امنیتی اینو کشفش کرده بود که امکانش رو میداد که حتی شما رو بستر ارتباطات امنی که روی TLS های ورژن 5 یا SSL ورژن 3 هست اطلاعات رو شنود کنید، و این خب یعنی فاجعه. در واقع یک شبکه عظیمی مثل شبکه اینترنت که داره با این حجم در واقع داده کار میکنه، این خطر براش وجود داشت که کلن محرمانگی اطلاعات و خیلی چیزهای دیگه، سازوکارهای دیگه اصلا نقض بشن. این شد که در واقع حالا مجبور شدن یک سری اصلاحات رو روش انجام بدن. حالا ما اینجا که وقتی تو این اسلاید های بعدی در مورد SSL صحبت میکنیم، منظورمون همون TLS هم هست. یعنی الان درست SSL ورژن 3 هنوز پشتیبانی میشه، ولی دیگه عملا کسی ازش استفاده نمیکنه. این تصویر یه تفاوت رو نشون میده از این که ما وقتی در مورد یه بستر امن صحبت میکنیم روی وب، در واقع میخواییم HTTP رو از HTTPS متمایز بکنیم. HTTPS در واقع یکی از پیاده سازی های TLS هست.
یعنی اگر سوال این هستش که HTTPS فرقش با TLS چیه، اینه که TLS یه مدل مرجع هست برای تبادل اطلاعات رمزنگاری شده رو شبکه، و HTTPS هم یه پروتکلی است که اونو پیاده سازی کرده در دل خودش، ولی خب HTTP اینو نداره. و اینکه چه جوری با هم دیگه کار میکنن، اول باید به این بپردازیم که اصلا چرا اینا وجود دارن، چه دستاوردی رو در واقع فراهم میکنن برای ما. شاید اولین مسئله شون حفظ محرمانگی، همین که اطلاعات تو شبکه تبادل بشه قابل شنود نباشه، یعنی محرمانگی اونها نقض نشه، یا اصطلاحا کانفیدنشیالیتی شون. و توی همین بحث محرمانگی، بحث حریم خصوصی کاربر هست. اطلاعاتی تبادل میشه که بین یک سرویس دهنده و یک کاربر هست و قرار نیست که در واقع کسی دیگه از اونها اطلاع پیدا بکنه، و اینجاست که بحث پرایوسی هم مطرح خواهد. نکته بعدی اتنتیکیشنه. وقتی دو تا پارتی، دو تا ماشین رو بر سر TLS با هم حرف میزنن، یک جاهایی لازم میشه که همدیگر احراز هویت کنن، یعنی مطمئن بشن که دارن مثلا یک موبایل اپ، یک اپلیکیشن اندرویدی که روی گوشی داره اجرا میشه. بعضی وقت لازم، بعضی وقتا که تقریبا میگم همیشه لازمه، وقتی رو TLS داریم کار میکنیم همیشه لازم مطمئن بشیم این سروری که داریم باهاش حرف میزنیم همون سرور خودمونه یا نه. این شاید سوال پیش بیاد که چجوری مگه ممکنه ما یه آدرس میدیم اونجا، یه آی پی آدرس داریم، به هر حال اونو میزنیم مشخصه دیگه، مگه این آدرس به سرورهای ما ختم نمیشه؟ نه لزومه. جواب همین هست. یک سری حملاتی هست، مثل حملات ارتباط ربایی یا منینده میده، یا مرد میانی هم بهش میگن حالا، که در واقع توی اون یک مهاجم به یه ترتیبی، حالا بستگی داره که توی چه سطحی داره این حمله رو اجرا میکنه، این وسط میشینه و ارتباطات شما رو شنود میکنه و خودش رو به جای سرور جا میزنه. حالا یه توضیح مختصری جلوتر خواهم داد. اینجاست که در واقع بحث اتنتیکیشن مطرحه. آیا دوباره سوالمون رو مطرح کنیم، موبایل اپلیکیشن ما داره با سرور درستی حرف میزنه؟ یعنی بعضی جاها هم لازمه که سرور کلاینت رو اتنتیکیت بکنه، به این میگن میوچوال تی ال اس یا اس اس ال دو طرفه، یا تی ال اس دو طرفه، حالا فرقی نمیکنه، که یه مقدار بحث خاص‌تری است. اونقدر به اندازه روش یک طرفه یا وان وی عمومیت نداره. من حالا یه سوالی می‌خواستم بپرسم از دوستان، البته تو این زمینه دارن کار میکنن، فکر نمی‌کنم حالا اپلیکیشنی داشته باشن دوستان که روی اس اس ال کار نمی‌کنه. داریم اینجا کسی؟ نداریم. کسی نمی‌خواد اعتراف بکنه؟ نه، همه روی تی ال اس داریم کار. حالا ما دو تی ال اس فرض کنیم هممون داریم کار می‌کنیم. میدونید که در واقع وقتی که یه اپلیکیشنی یا یک براوزری، مثلا نمیگیم حتما اپلیکیشن اندروید، یه مرورگر فرض کنید کروم رو باز کردید، زدید گوگل، باز شد، درسته؟ میبینیم که روی SSL هم هست دیگه. میدونید که تو این فرایند کلاینتی که داره سرور رو تصدیق رسالت میکنه، یا سرور هست که کلاینت رو داره تصدیق رسالت میکنه، منظورم تو سطح TLS ها، نه بعدن تو سطح یوزر. میدونم یوزر پسورد ممکنه بزنه لاگین کنه، اون منظورم نیست، لای شبکه. به نظرتون کدوم یکی از این دوتاست؟ آره. سرور؟ آره، بای دیفالت ما به نظرمون میرسه سروره، ولی جواب درست برعکسه، کلاینتی که در واقع سرور رو میخواد اصلا، کلاینتی که شروع کننده درخواسته. میدونید تو شما اگه اپلیکیشن توسعه بدید اگه کلاینتی نداشته باشه به هیچ کس سرویس نمیده، کلاینتی که درخواست رو شروع میکنه سعی میکنه سرور بشه. در این حین کلاینت ممکنه اطلاعات حساسی بفرسته، مثلا خیلی از اپلیکیشنایی که شما مینویسین یوزر پسورد رو مثلا اول میفرستید موقعی که احراز هویت نیازه، درسته؟ این یوزر پسورد حساسه دیگه. اگر این سروری که من فکر میکنم دارم باهاش صحبت میکنم سرور خودم نباشه چه اتفاقی میفته؟ من این اطلاعات حساس رو در اختیار یک پارتی قرار میدم که غیر مجازه. پس من کلاینت باید مطمئن بشم با سرور درستی دارم صحبت میکنم. اگه به مستندات خود اندروید دیولپر مراجعه بکنید، یه بخشی، یه پیجی داره که حالا میبینیم با هم، در مورد سرتیفیکیت وریفیکیشن صحبت میکنه. میگه اگر شما ارتباطاتی دارین رو بستر SSL، TLS، حالا هر چی که اسمش هست، چجوری مطمئن بشید دارین با سرور درستی صحبت میکنید؟ یکی از بحثایی که حالا اینجا کمک میکنه نسبتاً به بحث امنیت تو این سطح، برای اینکه ما فریب نخوریم، سرتیفیکیت پینینگ هست. این توضیحات من بخاطر همینه به این بحث مرتبط. پس در TLS پایه، یعنی یک طرفه، کلاینت سرور رو چیز میکنه، تصدیق اصالت میکنه. از چه طریقی؟ از طریق اون سرتیفیکیتی که ارائه میده. شما وقتی رو HTTP هستین اصلا این مکانیزم رو ندارید، یعنی کلاینت نمیتونه مطمئن بشه که این سروره، مگر یه سازوکار خیلی خاصی پیاده سازی شده باشه. ولی وقتی ما رو TLS صحبت میکنیم، این یکی از اهدافی بوده که براش طراحی شد که از طریق اون کلاینت مطمئن بشه بله چجوری گواهینامه امنیتیشو ارائه بکنه. مثل اینو که شما مثلا فرض بکنید میخواین وارد یه ساختمون بشین، از شما کارت شناسایی بخوان، یه همچین اتفاقی میفته. خب
از کنم خدمتتون بعد از اتنتیکیشن یه نکته دیگه هم هست. رو بستر پروتکل‌های مثل SSL و TLS اطلاعات امضا هم میشن. به خاطر اینکه حین تبادل فقط محرمانگی نیست که مهمه، اصالت هم مهمه. یعنی اینکه اطلاعات حین تبادل تغییر نکنه. حتی اگه شما اطلاعات رو رمزنگاری بکنید، ممکنه یه نفر این وسط بیاد چیکار بکنه؟ بدون اینکه بفهمه اطلاعات واقعا چه جوریه، یه بیتی رو برداره صفر و یکش رو عوض کنه. اطلاعات خراب میشه دیگه. یعنی که یه چیز دیگه‌ای است که ممکنه اصلا دیکریپت نشه تو مخزن. اینجاست که اون اصالت مهمه. آیا این اطلاعاتی که سرور دریافت میکنه یا برعکس سرور ارسال میکنه به کلاینت دقیقاً همون چیزی است که ارسال شده یا نه وسط ممکنه دستکاری شه؟ این با محرمانگی فرق میکنه. ما بهش میگیم اصالت داده یا اینتگریتی. این سه تا هدف کلی رو پس در نظر بگیریم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. اینم که الان گفتم از سال 96 در واقع دیگه به این بعد SSL آپدیت نشد و ما در مورد TLS صحبت میکنیم. HTTPS هم عرض کردم.